این خدمت احترام خدمت شما مخاطبین خوب هزارمون. امیدوارم هر کجای دنیا که هستیم خوب و صحتمند باشه. امروز با ویژه برنامه هستیم خدمت شما و مهمان ویژه ما استاد محمد رسول کریمی، جامعه شناس و پژوهشگر است. استاد کریمی عزیز بسیار خوش آمدین. امیدوارم خوب و صحتمند باشین. یک سلام علیکی با دوستان داشته باشین و بعد مریم سر وقت برنامه. با عرض سلام و درود خدمت شما خانم نوری عزیز و همه دوستان و عزیزانی که ما را از این دریچه میبینند، انشاءالله در هر جای عالم هستین خوب و خوش و سالم و شاد باشین. سلامت باشین. همین که میدانین دوستان گرامی، افغانستان یک سیر تحولات خیلی فشرده ای را طی کرد تا به افغانستان کنونی رسید و به این نقطه رسید. با تمام وجود غنای فرهنگی، تمدنی و تاریخی، به نظر شما افغانستان در این تغییرات و تحولات چقدر افول و صعود داشت؟ از شما میشنویم. افغانستان یک کشوری است که همیشه دستخوش تحولات و تغییرات بسیار شگرفی بوده و از یک پیچیدگی خاصی برخوردار. اتفاقا اگر راجع به اوضاع سیاسی افغانستان حداقل در سایر تاریخ معاصر افغانستان نگاه بکنیم، نسبت به خیلی از کشورهای منطقه از یک پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و همواره مورد تهاجم های بیرونی قرار گرفته و در جنگ ها و نزاع های داخلی فراوانی هم در خود تجربه کرده. شما هیچ کشور را در منطقه که ما زندگی میکنیم، از چه کشورهای خاورمیانه و چه کشورهای حتی جنوب آسیا و در افغانستان، هیچ کشور به اندازه افغانستان دچار جنگ نبوده. حالا این جنگ های بخش های داخلی و بخش های بیرونی حداقل دو قرن اخیر تاریخ افغانستان را در نظر بگیریم، در این کشور همواره جنگ حکم فرما بوده و این جنگ وقتی که یک جنگ شعله بر میشه در یک کشور، پیامدهای او جنگ راحتی از بین نمیره. شما اگر یک نسبتی به نسبت ساختاری با به جامعه داشته باشین، یک نگاه ساختارگرایانه نسبت به جامعه داشته باشین، ساختارهایی که در یک جامعه شکل میگیره، جوی که در یک جامعه به وجود میه، با راحتی از بین نمیره. و این تبعات این جنگ های بسیار و ایرانگر، چه در بعد خارجی و چه با عامل خارجی چه با عامل داخلی، بسیار زیاد کشور را درگیر کردن. و یعنی میتونم به عبارت دیگه خدمت شما عرض کنم، میتونم بگم که افغانستان در درون این کشورها، جمله پاکستان، جمله ایران و همه رقم کشورهای شمال افغانستان، نسبت به اینا وقتی محاسبه میکنیم، افغانستان همواره در یک میدان جنگ و درگیری ها بوده. و این خود به خود تبعات بسیار سنگینی را روی افغانستان گذاشته که ما به افغانستان امروز رسیدیم. به حال افغانستان ملت تنها نبوده. به حال یکی از دلایلی که تا الان جنگ ها روزان بوده در داخل افغانستان، دخالت کشورهای منطقه و جهان، چون اما موقعیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی افغانستان ایر ایجاد میکنه. شما فکر میکنین که کشورهای منطقه و جهان چقدر نقش داشتن در قدرت رسیدن نظام ها؟ ما نظام های زیادی را مثل نظام های شاهنشاهی، مثل کمونیسم، مثل مجاهد، مثل جمهوریت و حتی طالبان تجربه کردن، ولی هیچ کدام اینها دوام نوردن. البته خب به طالبان بعدا میپردازیم، ولی خب دلیل سقوط ها و افول از اینها چی بوده و چرا اصلا اینقدر مورد حمایت بعضی از نظام ها در مقاطع خاص مورد حمایت کشورهای خارجی بوده؟ اگر در این بابت هم یک مقدار روشنی بندازیم خوشحال میشم. خدمت شما عرض بکنم که کمی پس به تاریخ معاصر افغانستان از تاسیس یک اشاره داشته باشم. در از زمان احمد شاه درانی، وقتی که کشور امین منطقه در یک جغرافیای مشخص مستقلی به وجود می و بالا که امروز ما شما افغانستان میگیم و بعدن این نام بعدا نام گذاری شد، و احمد شاه درانی امپراتوری و یا قلمرو حکومت را مستقل اعلان کرد، 46 سال حکومت احمد شاه درانی و پسرش تیمور شاه درانی را ما میبینیم که جنگ داخلی وجود نداره. البته که جنگ داخلی به این معنا، حالا خوب، جنگ های احمد شاه درانی بیشتر معطوف به کشورگشایی ها بودن، معطوف به قلم توسعه قلمرو بودن که تحت حاکمیت احمد شاه درانی قرار داره. و همین رقم تیمور شاه درانی هم متاثر از امو فرهنگ پدر خود، حالا در یک حکومت در یک قلمرو تا حدود کمی یا زیاد حفظ شد.
البته بعضی از قلمروی افغانستان از تحت کنترل تیمورشاه دورانی خارج شد، و قلمروی که سابق در امپراتوری احمدشاه دورانی بگیم یا در ساحه حاکمیت احمدشاه دورانی از بین رفت. اما بعد وقت بعد از 46 سال حکومت از پدر و پسر را نگاه میکنیم، یک چیز هست، یک جنگ داخلی عجیب شروع میشه. بین اول که بین خاندان سدوزایی ها شروع میشه، شما میبینید که بین شاشجاع، بین شاه محمود و فرزندان تیمورشاه، بین شاه زمان، یک جنگ خانمانسوزی بین از اینا صورت میگیره. و این جنگ های خانمانسوزی درونی که بین خاندان سدوزایی شروع میشه، این باعث میشه که یک خانواده دیگری به نام بارکزایی ها یا محمدزایی ها پا به میدان بگذارند. وقتی که وارد میدان سیاسی میشه، در اینجاست که پای انگلیسی ها هم وارد قضیه میشه. انگلیسی ها دوست محمد خان را آمد مجدد، وقتی که آمد با شاه شجاع بخواست وارد کابل شود، در جنگ شاه شجاع را وارد کابل کرد و حکومت به دست آمد و دوست محمد خان را شکست داد. یک منطقی که در اینجا وجود داره و یه که گفت ما حکومتی که از آن سدوزایی ها بود و توسط این کشور، این منطقه توسط سدوزایی و توسط احمدشاهی بزرگ بنیانگذاری شده، حالا داره غصب میشه توسط بارکزایی ها یا توسط دوست محمد خان. ما میخوایم دوست محمد خان کنار زده شه و حکومت به حق به حقدار برسه، حکومت از این خاندان است به شاه شجاع برسه. بعد که شاه شجاع را آورد وارد افغانستان کرد، که ما شما میدونیم مدت 6 سال حکومت اولیه شاه شجاع، که شاه شجاع یک چیز بود، یک سمبول بود دیگه، در بالاحصار کابل و نمونج چیز بود و مثل یک زندانی واری بود دیگه، صلاحیت واقعی نداشت، که صلاحیت واقعی در دست مکناتن بود، جنرال مکناتن افسر ارشد انگلیسی ها در مورد افغانستان بود. این زمین اینجا شروع شد. یعنی وقتی که ما مثلا افغانستان را خوب اگر نگاه بکنیم، بگیم که چطور شد که افغانستان یک بار جنگ ها و مثلا تهاجمات بیرونی و دخالت های خارجی و چقدر در اینجا در جنگ افروزی های افغانستان شروع میشه، این زمین نقطه شروع میشه. یعنی به اصل دقیق ترش عرض کنم که بعد از 46 سال، خب شما میبینید که 1947 بعد هست، ببخشید ابدا 47 بود، بعد از 46 سال حکومتی امیر پسر و فرزند تیمورشاه احمد شاه، دیگه جنگ شروع میشه، جنگ بین خاندان سدوزایی شروع میشه، باز بعد از او در بین خاندان سدوزایی محمدزایی ها وارد میشه. البته محمدزایی ها یک قدرت بین قبایل بوده دیگه تقریبا در این بله زمان، و انگلیسی ها کسایی رو می آوردن سر قدرت که با منافع اونها بیشتر سازن، بس. درست؟ با استفاده این زمین، بس نکته اساسی هم اینجاست، با ببینید چیزی که من خیلی وقتا میبینم مورخین یا دوستان قلم و داستان روش اشاره نمیکنه، همین نکته هست. در اینجا یک جنگ صورت میگیره، اول دفعه یک جنگ بین خود برادران سدوزایی هست، خود بین برادران سدوزایی. سدوزایی یعنی چیز، بچه های احمد شاه تیمورشاه، و تیمورشاه هم که بچه احمد شاه، حالا تیمورشاه دورانی سدوزایی هم میگن اینا، عبدالی هم میگن اینا. بعد این بین از اینا هست. بعد از این جنگ، وقتی که اینا با هم دیگر جنگ میکنه، یک خانواده دیگه وارد میدان سیاست میشه، او خانواده بارکزایی ها هست و محمدزایی هاست، که سرسلسله محمدزایی ها باز همین دوست محمد خان هست. حالا چون دوست محمد خان قدرت را میگیره، انگلیسی ها به این منطق میآیند، میگه که ما چون حکومت و سیاست و شاه و شاهی از آن سدوزایی، چرا؟ چون این کشور را احمد شاه ابدالی بنیان گذاری کرده، بنابراین حق باید به حقدار برسه. علیه دوست محمد خان جنگ شروع میکنه، شاه شجاع را میاره. یعنی به این معنا که منطق جنگی که بین خانواده های سدوزایی و محمدزایی و قبایلی به فرموده شما که صورت میگیره، این باعث میشه که پای یک کشور خارجی بسیار به شکل درستش بسیار مردم استقبال کرد. در اول آمدن انگلیسی ها در افغانستان که آمد شاه شجاع را آورد، مردم استقبال کرد، مردم دو زمان مردم متنفر شد و جنگ اول افغان انگلیسی شروع شد، که مردم فهمید که دیگه شاه شجاع هیچ نقش نداره در اینجا، کلی کار جنرال مکناتن هست و بحث مسائل مذهبی دیگری شروع شد. اینا باعث شد، خب گفته حالا دیگه جنگ شروع میشه، که مجدد دارم جنگ، والا ما شما میدونه که مجاهدین باز شروع میکنه و تا کجا باز پیش میره. یعنی خلاصه کلام که جنگی قبایلی که بین همی دو خانواده محمدزایی و سدوزایی شروع میشه، باعث میشه که پای انگلیس وارد معرکه سیاسی شود. البته که انگلیسی ها خب بدون از این هم اگر میخواستن وارد جهان که وارد میشدن، و انگلیسی ها هم که مسئله داشتن، مسئله با روسیه سابق داشتن، اما این باعث شد،
یعنی بهانه خوبتری به دست انگلیسی ها شد. یعنی با این منطق توانست که حداقل مردم را ظاهرا قانع کنه که ما به این دلیل آمدیم که حکومت را حق را به ادبار برسانیم. و پس اول آمدن اعتمادش را جلب کردن و بله بعد از او افغان ها وقتی دیدن یک حامی خارجی دارن بسیار خوشحال شدن، ولی دیدن در اصل که شاهان تقریبا یک حالت سمبولیک را داره و اونها میخوان سیاست های خودان خودان را پیاده کنن و می خاطر دشمن شدن دوباره با انگلیسی ها و قیام علیه انگلیس شروع شد. اینا اگر ما در صده های دهه های بعدی از اونها بریم، خب ما حکومت های دیگه ای را هم داشتیم که از حالت شاهنشاهی خارج شد، مثل کمونیست ها، بعد مجاهدین آمد و بعد از او طالبان یک دوره آمد و بعد از او جمهوریت آمد، ولی باز هم اینها با او تحولات منطقه هماهنگ بودند، ولی هیچ کدام باز ماندگار نبودند. دلایل اونها چی بودند؟ یعنی روسیه با ارتش سرخ یا شوروی سابق با او کش و فش خود آمد، نفرای خود داشت، همیشه آمد و حمایت کرد و باز هم امو وعده و ایده های برابری داد. چطور شد که باز اونا سقوط کردن و باز به جای از اونها دوره ای که باز شروع شد و به اصطلاح جمهوریت آمد و آمریکا و ناتو و های ده ها کشور اروپایی و غربی در داخل افغانستان باز شد و او دموکراسی باد آورده آمد، باز هم حکومت دوام نیاورد. اصلا ما میخوایم به ای بپردازیم که ای عوامل خارجی که آمدن و حکومت ها را کمک کردن، افراد را کمک کردن که بیاین و نظام تولید بکنن، نظام جور بکنن، چرا اینها سستن و تا آخر دوام نمیارن؟ مهره ها از خودشان هسته، سرمایه گذاری سرشان میشه، حتی قدرت نظامی بر از اینها داده میشه، ولی باز هم دوام نمیاره. چرا؟ این چه سنخیتی داره که در داخل افغانستان آیا دخالت ها بیش از حد، آیا مردم به او سطح پذیرش نرسیدن؟ دلایل اینها چی هست؟ از شما میشنیم. ببینید، ما در سیر تاریخ افغانستان وقتی خوب نگاه میکنیم، اصولا شما وقتی که به یک فکت جامعه شناسی نگاه میکنید، اثرگذاری های اجتماعی و فکت را باید دقت بکنید و بعد این اثرگذاری هایش به شکل طبیعی در یک روند تاریخی ذهن را یا بررسی یا تحلیل باید انتقال بده. و این انتقال دادن ها آدم را به چی میرسن؟ این که چه موزیگیری های صورت گرفته و چه پیامد های داشته و چه عواملی وجود داشته در شکل دادن اینمی سوشال فکت یا وجود آمدن اینمی واقعیت اجتماعی. شما اگر نگاه بکنید، دو تا عامل بسیار عمده وجود داشته در کل تاریخ معاصر افغانستان. ما یک چیزی کلی بهش بندازیم، این که اول این که اکثر شاهان افغانستان بسیار به شکل مطلق وابسته به خارجی بوده. مثلا شما بعد از یک جنگ های شاه شجاع و دوست محمد خان کنار انگلیسی ها تغییر تبدیل میکنه، گاهی شاه شجاع رو میاره، گاهی دوست محمد خان هم میاره، گاهی خب این شما میبینید که دوست محمد خان هم دو بار شد و شاه شجاع هم دو بار. این تبدیلی هایی که انگلیسی ها انجام میده، هر کدام که بیشتر نوکرتر میشه، این خودش سیاست نیست که مثلا یک کشور رو به ثبات برسونه. اول دفعه که دوست محمد خان انگلیسی ها برکنار زد، پس هم دوست محمد خان در هند بریتانیایی پناهنده میشه، بعد توسط فرزندش وزیر اکبر خان دوباره میگه که اشکال نداره، خیر با مجاهدین ما یک جای میشیم، به شما انگلیسی ها دیگه کاری نداریم. پس به اینو خود دوست محمد خان رو مجدد باز زمین آورد، همین دوست محمد خان را که انگلیسی ها علیهش جنگیده بود و با شجاع هم دست شده بود، پس دوباره این دفعه آورد اینجا. اینجا دوست محمد خان دوم دوست محمد خان مطلق نوکر است، شاه شجاع هم شاه شجاع مطلق نوکر است. یعنی بازی خوب نتوانست. بعد از اون شما که میبینیم در دوران خب امیر شیرعلی خان هم به این شکلی، امیر شیرعلی خان ما میبینیم که امیر شیرعلی خان وقتی جنگ شروع میشه از فرقه های پشاور چیز حمله میکنه، انگلیسی ها میای طرف افغانستان، اینجا امیر شیرعلی خان دستور میده که مقاومت نکنید. خب حالا امیر شیرعلی خان دلایلی داشتن مقاومت نکردنش، یک دلیلش بود که قبل تر از او با سفیر روسیه دیدار کرده بود امیر شیرعلی خان در افغانستان. اینجا امیر شیرعلی خان از طرف دیگر امو منطقی که از اجداد خود گرفته بود احساس میکرد که در برابر از اون نباید ما مقاومت بکنیم. اینجا این موضع خوب گرفته نتانست. یعقوب خان که اساسا شما میگیرم که 6 ماه قبل تمام عساکر رخصت کرد، معاشش رو گفت تا شما برین، ما معاش میدونیم که منجر به معاهده گندمک شد. یعنی جنگ ها اصلا اگر به ظاهر قضیه نگاه بکنیم، جنگ های اولی افغان انگلیس، دوم سوم افغان انگلیس، هر سه در عرصه جنگ، در میدان جنگ افغان ها برنده میشه، اما در میدان سیاست باز انگلیسی ها برنده میشه.
مثلا معاهده خط دیورن، معاهده پیشاور، معاهده گندمک، همه اینا معاهده هایی هستند که بعد از جنگ های اینی وقتی که حاکمان به شکل مطلق وابسته بود، وقتی که به شکل مطلق خود را در اقتدار خره، وجود خره، حاکمیت خره در یک نظام سیاسی بیرون از خود خودید، خواهی نخواهی اون از خود اراده نداره دیگه. اینا اراده نداشتن. در یک دورهای دیگری که آمد، اصلا همین دوره چند تا جنگ ها و منازعه بر سر قدرت خانواده محمد زای سرزایر که عرض کردم خدمت شما، تا خب این چیز عبدالرحمن خان هم که فرزند افضل خان و از خانواده محمد زای ها هست، امیر قم به فرزند شهیب الله خان میرسه، امیر قم به میاد تا نادر و تا امان الله خان، اینا در جنگ سوم افغان انگلیس که امان الله خان هم است، اینجا هم اینا موضوع گیری های بسیار قاطع نداریم. اصلا یک منازعه بین امپراتوری روسیه و غرب وجود داشت، حالا مخصوصا در او زمان انگلیسی ها بود. سیاست مداران افغانستان در نمی بین نتوانست خوب موضع بگیره. مثلا یک روز با انگلیسی ها کنار می آمد، یک روز دیگر با روس ها کنار می آمد. امیر رقم در دورانی که شما اشاره کردن، در دوران خلق پرچم هم که می آیم، شما ببینید مثلا همین چیز سردار داوود خان وقتی که بر سر قدرت می آید، سردار داوود خان چطوری سر قدرت می آید، کی را حمایت می کنه؟ اکثر کسایی که سردار داوود خان حمایت می کنه احزاب چپی هستند، گروه های انقلابی هستند، گروه های چپی انقلابی هستند. بعد این سردار داوود خان این متعادلی که چطور با امریکا رابطه برقرار کنه و چطور با روسیه رابطه برقرار کنه نمیتوانه، این رابطه رو حفظ کرده نمیتونه، باعث میشه که خلق پرچم میره نابود میکنه. بعد خلق پرچم هم به این شکل وقتی که میه، مثلا اولین کسی که نابود میکنه حفیظ الله امین هست، حفیظ الله امین حاکمیت سردار داوود خان نابود کرده، باز حفیظ الله امین هم از این طرف چون حفیظ الله امین عضو حزب خلق پرچم هست، که با خلق پرچم یک گرایش خاص سیاسی و احزاب کمونیستی شوروی داره، حالا از این طرف یک چگوپیک یک سرسوری با امریکایی هم داره. وقتی که این گونه می شود که اینا فکر میکنه که بعض سیاست که اینقدر آسان نیست براحتی که شما مثلا با این دولت هم یک بازی خامه داشته باشین، با اون دولت هم بازی خامه داشته باشین، این دولت ها باز نفهمن. اینجا فهمید که حفیظ الله دیگه، شوروی فهمید که حفیظ الله به درد ما نمیخوره. دوره نجیب که به حال دکتر نجیب وقتی آمد بیشتر روادیدش با خود روسیه بود، با خود شوروی سابق بود، ولی یک باره طالبان ظهور کرد و این طالبان هم وقتی ظهور کرد از طرف آمریکا ظهور کرد، روی جنگ نفت بود هم که انتقال نفت از طریق افغانستان، و بعد بی‌نظیر بوتو تقضیه کرد اینها را به وجود آورد و تمام کشورهای منطقه علیه از اینها شد. اینجا باز بین کشورهای منطقه چقدر نقش داشتن که دولت دکتر نجیب سرنگون شد، این هم برای بعضی از دوستان خیلی جالب هستن، مخصوصا جوانایی که اطلاعات تاریخی کمتر دارن، و شما چون هم اطلاعات تاریخی و جامعه شناسی دارید از این منظر هم این مقدار بپردازید. مثلا نجیب هم در امتداد این روندی هستن که سردار داوود خان به قدرت میرسه. من اصلا این تاریخی که داوود خان علیه نظام شاهی اقدام میکنه و کودتا میکنه و دست میگیره یک مقطع دیگه ای تاریخ تصور میکنه. ظاهر شاه یک گرایش غربی داشت. ظاهر شاه مثلا در سالهای 1946 انجینران و مهندسان آمریکایی را طلب میکنه در هلمند، میگه بندی کجکی هلمند میسازم، و قرار بود که خب سازندگی و بالندگی از اینجا توسط آمریکا شروع شد. حالا ظاهر شاه یک نگاه چیز داشت، یک نگاه اینگونه داشت که همین کشور را یک چیزی ساخته هم شود. البته که در دورانی که خود ظاهر شاه به عقل و هوش سیاسی آمد، قبلتر از اینکه دورانی که صدارت در دست هاشم خان هست، در دست محمود خان کاکاهایش هستن، که اینا دیگه بازی قدرت دست خودشان است، یک تبعیضات قومی در اون کشوری را هم دامن میزنه، و میرقم خود داوود خان هم که تبعیضات در اون قومی را، این سه تا آدم اصلا تخم نفاق و تبعیض و تعصب را در افغانستان این سه تا آدم کاشت، اساسا هاشم خان، محمود خان، سردار داوود. همین سردار داوودی که اولین جمهوریت را ما تصور میکنیم، همین آدمی که اولین جمهوریت را در افغانستان آورد، جدیترین تعصب قومی و مسائل پشتون و غیر پشتون را این آدم وارد معرکه سیاسی کرد، که حالا داستان مفصلی دارن. داوود خان چیکار کرد؟ داوود خان زمانی که در دوران صدارتش حتی بود، در دوران صدارت بسیاری از پشتون های آن طرف مرز آورد در هلمند جابجا کرد، در تاریخ واضح
داود خان پشتانهای او طرف مرز افغانستان را فراخوان داد، در هلمند جابجا کرد. یعنی میاله بسیاری از پشتانهایی که در درون هلمند هست در دوره داود خان آمده که از او طرف مرز است، نه از مردم افغانستان. حالا افغانستان که به او مرسل خط دیاران را که ما شما به عنوان یک مرز رسمی بشناسیم میگم، ولی لاکی خب با اون مفهوم سابقهش افغانستان خب مشخص، پیشاور هم افغانستان، ملتان هم افغانستان هست، کلا اونجا افغانستان دیگه، پاکستان وجود نداشت، همه اینجا ها منطقه افغانستان. ولی در نظر داشت خط دیاران اگر افغانستان را تصور بکنیم، بله انسان های از غیر از افغانستان را داود خان وارد چی کرد. خب این یک پالیسی سیاسی خاصی را تعقیب میکرد داود خان. اینا در کنار ازی وقتی که صدر اعظم بود ازی کار را کرد، بعد وقتی کودتا کرد برای ازی که اینمی اهداف سیاسی خاص را که دارن برای راحت تر بتونه دنبال بکنن، برای ازی که آدم زمانی که خودش رئیس جمهور اصلا یک آدم بسیار توتالیتر هم بود داود خان، برای چی توتالیتر بود در تاریخ، در تاریخ این رقم شاهی را برکنار میکنه، خودش از شاه کده هم مثلا مطلق تر حکومت میکنه، وزیر دفاع همزمان، هم رئیس جمهور، هم صدر اعظم، هم وزارت دفاع، هم پارلمان را لغو اعلان میکنه. یعنی در دوران شاهی، دوران شاهی یعنی خب مطابق با اجابات شاه و نظام شاهی، شاه باید همه کاره باشه، ولی در دوره ظاهر شاه پارلمان هست، قانون اساسی هست، اما ریاست جمهوری که اجاباتش حکومت مردم و جمهور، جمهور یعنی مردم وارد میدان باید شود، تصمیم های مردم باشه، اراده مردم باشه، پارلمان باشه و تبلورهای از این دست باشه، ساختارهای از این دست باشه، اما پارلمان لغو میکنه، وزارت دفاع رو خودش میگیره، خودش همزمان که رئیس جمهور هم رئیس وزیر دفاع هست، هم صدر اعظم هم رئیس جمهور است، که حالا از او طریق، از او طریق میخواستن خودش هم احیا شه و از جانب دیگر که اونمو بگرام ذهنی تعصب آمیزی که داشتن او هم بتواند در ساحه عمل تحقق پیدا کنه. شما تاریخ معاصر افغانستان را وقتی که نگاه میکنین، من برعکس دیگران باورم به این نیست که تعصب قومی از دوران عبدالرحمن خان شروع شده باشه. حالا عبدالرحمن خان کشتارهای انجام داد که دلیل خاص خود قرار داره که ما شما باز بعدا اگر فرصت شد روی صحبت میکنیم، اما قوم به مفهوم واقعی کلمه در ادبیات سیاسی افغانستان در نیم قرن اخیر هست. این تعصبات قومی، این تبعیضات قومی، مرزهای مشخص که پشتون باشه، هزاره باشه، تاجیک باشه، ترکمن باشه، اینا در نیم قرن اخیر هست. نیم قرن اخیر یعنی از دوران داوود و دوران صدارت داوود تا خود ریاست جمهوری داوود و هاشم خان، این دوره ها هستند. بنابراین این بحث قومی هم شروع میشه. وقتی بحث قومی، امتدادهای قومی شروع میشه، این گپ در کنار اون مسئله مذهب وارد ادبیات سیاسی افغانستان میشه. قبلتر از او در درون افغانستان دو تا مؤلفه اساسی داشت، یکی این که ما علیه خارجی چطور جنگ کنیم که انگلیسی ها بود، بحثش نیست، افغان و خارجی ها بود، یکی دیگه شی بود که خب خارجی ها آمده، کفار آمده، دین در خطر. مثلا در جنگ دوم افغان انگلیس، مولای لنگ داستانش شما همه میدونید، مولای لنگ با او سن پیر کهنه که دارن یک فتوا صادر میکنن، هزاران نفر در فتوای مولای لنگ علیه انگلیسی ها بلند میشن. یعنی یک مسئله مذهب هم است. مولای لنگ میگه که بلند شوین، دین در خطره. جنگ دوم افغان انگلیس یک جنگی در کنار که جنگ نشنلیتی و ملی هست، یک جنگ مذهبی هم هست. میگه کفار برای افغان، مجاهد، میگه کلمه مجاهد اینجا چیز میشه. اینو خب در کنار مؤلفه چیز، مؤلفه ملی، مسابق مؤلفه ملی عرض کنه تا قومی، در کنار مؤلفه ملی مؤلفه مذهبی وارد مبارزات میشه. بعد در دوران چی که میم، در دوران خلق پرچم و دوران احزاب کمونیستی و ما قبل تر از سردار داوود خان، در این دوره در کنار امر مذهبی که مجاهدت و اینا بود که در افغانستان دوران جنگ اول افغان انگلیس شروع شد دیگه، در کنار از اون مسئله قومی هم مطرح میشه. اینا در مسئله قومی وقتی که مطرح میشه دیگه، قوم و مذهب اردوش به عنوان دو تا مؤلفه قدرت، مؤلفه ایجاد و احیای قدرت وارد ادبیات سیاسی افغانستان میشه. اینا اثرگذاری خاص خود رو پیدا میکنه که نجیب را امی مسئله هم دامنگیر میکنه. البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض بکنم که شما وقتی که مسئله نجیب را نگاه میکنید، نجیب را صرف در چارچوب جغرافی افغانستان نباید ما نگاه بکنیم، یعنی کلا امی جریان را، امی جریان خلق پرچم و بعد قبلتر از دوران ببر کارمل، حفظ الله امین و ترکی را، اینا را صرف ما در چارچوبه امر مسئله افغانستانی نگاه نکنیم. این دوره هست که نجیب اصلا در، باز هم نجیب هم یک قربانی چی شد؟ قربانی یک
سیاستی بین امپراتوری روسیه یا به عبارت دیگه دولت روسیه و سیاست غربی، برای از اینکه ملک فیصل در دوران ملک فیصل، مدارس پاکستانی در دوران ملک فیصل ساخته شد. یعنی ملک فیصل در عربستان سعودی بر سر قدرت میه که قبل تر از ملک عبدالعزیز این مبحث را شروع میکنه که علیه مثلا همونطور که توسل وهابی و اخوانی ها ما بر سر قدرت آمدیم، کم کم اینا ملک فیصل متوجه میشه که ما در غم از این اخوانی ها ماندیم، در غم از این وهابی ها ماندیم، چیکار کنیم اینا را، چیکار کنیم اینا را. ملک فیصل میگه، به خاطر از اینکه ما اینا را تیغ تیزی مذهبی از اینا را همچنان با خود داشته باشیم و از طرف دیگه با اینا نجنگیم و از اینا استفاده بکنیم، اینا را امو پیکان مذهب مبارزه از اونا را سوی افغانستان در حرکت میندازه. برای از اینکه دوران ملک فیصل، ملک عبدالعزیز و این دوره ها علیه و اخوانی هم جنگید، علیه خود از امیه وهابی هم جنگید، بعد دید که با جنگ نمیشه اینا را، مثلا ما جایگاه مذهبی خود دست میدیم، او صورت شد که مدرسه سازی شروع شد. ملک فیصل اولین آدمی است که مدرسه سازی را در پاکستان شروع میکنه و این مدرسه سازی ها باعث میشه که هزاران نفر طلبه به وجود میاد. این هزاران نفر طلبه ای که در پاکستان به وجود میاد، ماجرای مذهبی و جنگ و جهاد از اونجا شروع میشه که پیامدهایش ما شما باز میبینید. اصلا همین که علیه خلق پرچم جنگ ها شروع شد، نیروهاش کی بود؟ علیه تحفظ الله امین، علیه ترکی امین، علیه نجیب، اینا نیروهایی که علیه از اینا جنگید همون نیروهایی بود که از طلب از مدرسه های تربیت شده بود، که اون مدرسه ها رو ملک فیصل قبلتر ساخته بود. چیکار کرده بود که بعد امی مثلا اوسامه بن لادن هم وقتی وارد افغانستان میشه با این سیاست ملک فیصل آل سعود وارد میشه، میگه که کمونیسم دنیا را داره چی میکنه، کمونیسم دنیا را داره میگیره، بر ما واجب است که جهان اسلام را، اصلا عربستان سعودی خود خدایدار جهان اسلام میدانه، بر ما واجب است که علیه کمونیسم بجنگیم. چرا این مبحث را وارد ادبیات سیاسی میکنه؟ به خاطر از اینکه آل سعود از دوران مثلا ملک عبدالعزیز و ملک فیصل امی جریان های امینا تا اکنون با امی که استخراج نفت عربستان سعودی توسط آمریکا میشه، اینا چیکار میکنه؟ یک پیمانی استراتژیک با اونا میبنده، با اونا یک نگاه مثبت پیدا میکنه. بعد خب این روح سرکش و جهادی را تیر پیکان شده از طرف غرب به سوی روسیه میچرخانه. اینجا میشه که اسامه بن لادن، اساسا اسامه بن لادن هم وارد وقتی که با عبدالله اوزا مغز متفکری از این هاست دیگه، یعنی وقتی اینا در پشاور پاکستان میاد، در پاکستان جابجا میشه، در راستای اون مدرسه سازی هایی هستن که تیر پیکان مبارزه جهادی و مذهبی توسط ملک فیصل از اون منطقه، خود از زونا که عربستان سعودی بود انتقال پیدا بکنه به یک منطقه دیگه. چون به هر حال اسامه بن لادن با بلاور پیوند خویشاوندی داره و بعد اون تحولات در داخل افغانستان به وجود می آید و غرب و شرق متوجه شدند که اگر بخواین عامل دین را از بین ببرن یا مذهب را، باید پیکان هایی را جور بکنن که از بین خودشان افرادشان بیاید و اونها را زمین گیر کنه. دقیقا وقتی فتواها علیه خارجی ها برای جهاد داده میشه، پس گروه های جهادی تندرو باید ایجاد شوند تا بتوانن خود اینها را از درون متلاشی بکنن و طالبان هم فکر میکنم یک پروژه در این زمان هست. اینا اومدیم تا بخش طالبان به عنوان آخرین سال برای بقا و برای عبور از طالبان الان ما باید چه کار بکنیم؟ کلا منظور ما این هست که به هر حال طالبان هم ماندنی نیستن. در دوره قبلی شما دیدین به هر حال دنیا بسیج شد در 2001 که اینها را ریشکن کنن، هرچند ریشکن نشد و نگه داشتن که باز دوباره بیارن و جمهوریت به هر حال تسلیم داده شد و الان مردم باز در این دوره هستن. پیش بینی شما چی هسته برای که ما دوباره او اشتباهات سابق را و اون سیرکل تاریخی را تکرار نکنیم؟ چه باید بکنیم و چطور باید از این نظام عبور کنیم و چه نظامی میتونه جایگزین بهتری باشه نظام فعلی؟ خب یک مشکل اساسی در افغانستان چی است؟ عرض کردم که این جنگ ها که عوامل گوناگون خارجی، مذهبی، قومی اینا همه ایش داشته که در دو قرن اخیر مخصوصا که عرض کردم که او 46 سال دوران تیمورشاه و احمدشاه رو جدا که بقیه اش کلا جنگ و نزاع قبیله بین برادرها که شروع میشه اینا، که تا که باز میایم و مسئله در اواخرم که مؤلفه در کنار از اون مؤلفه مذهب هم شدید میشه، مؤلفه قومیت هم که از دوران صدارت کاکاهای زایشا شروع میشه تا امروز را،
دولت ساخته نشد. چیزی که در افغانستان ما همیشه باش کم بود داریم، یک دولت مقتدر ساخته نشد. ما که طور که تاریخ معاصر افغانستان را مطالعه کردم، ندیدم که یک دولت مقتدری مسلطی که با یک سیستم قوی ساخته شود. امیر شیر علی خان در این بین تلاش داشتن که یک دولتی بسازند، یک سری خدمات ارائه بکنند، ولی موفق نشد. او توانش را در امیر شیر علی خان نبود، اما شاید نیتش داشت، وجود داشت، یک سری کارهایی را کردند اما نتوانست. بقیه اصلا در فکر ساختن دولت نبود. بس من اینه، شما نگاه کنید آنچه که ما مثلا در افغانستان زجرهای اساسی میبینه، اینو نمیتونیم مثلا ما تاریخ را به شکل چیز اینا را با از همدیگه گسسته بررسی کنیم. اینا همش در پیوند با هم هست. هیچ وقت در افغانستان دولت ساخته نشد. دوست محمد خان برای ساختن دولت نیومده بود، او آمده بود که چطور قدرت حفظ بکنه. امی امیر شیر علی خان با همه این اوصافی که ما شما میگیم، حتی بچه خود یعقوب خان 4 سال زندان کرد. پدری که فرزند خود از قدر قدرت زندان میکنه، و پسری که برادری که برادر خود را از خاطر قدرت کور میکنه، شاه محمود برادر خود شاه زمان را کور کرد. و امیر قم همه اینا وقتی که ما میبینیم یک جنگ بر سر قدرت هست، اصلا در فکر از این نیست که یک دولت ساخته شود، سیستم ساخته شود. دولت بر مبنای سیستم معنا میده. بعدا حالا در فکر بعدا دوری ظاهر شاه آمد، و با وجود که شاه محمود میخواست یک دولت بسازند که هم موافق نشد، شو هم موافق نشد. در اینجا هم دخالت های چیز بود، دخالت های روسیه در افغانستان، و امیقی پای انجینران امریکایی در هلمند باز شد. روسا دیگه آرام ننشست، و از اون طرف هم که عرب ها هم که سیل عرض کردم که در اینمی دوره ها بود که سیلی از چیز را و طلبه ها را وارد پاکستان کرده که ماشما شد. پس دولت ساخته نشد. دوران چیز را هم نگاه بکنیم، دوران حفظ الله امین هم که درگیری بود، ترکی هم که نتوانست کار بکنه، نجیب هم که همیشه درگیر بود، دولت بر کل افغانستان حاکمیت نداشت، بابر کارمل یک دوره چند ساله در کم بهتر هست، باز هم نتوانست کل افغانستان رو کنترل بکنه، ترکی نتوانست بر سر افغانستان کل نفوذ نداشت، حفیظ الله امین نداشت، داوود هم نداشت بر سر کل افغانستان نفوذ خود را نداشت. در فکر ساختن یک دولت نبود، و فکری هم چی بود؟ در فکر تحکیم قدرت خود بود. یک آدم اقتدارگرایی بود که عرض کردم که آدم اقتدارگرایی بود. یعنی افغانستان با مشکلی نبود یک دولت مقتدر مواجه بود. یک از جدیدترین مسئله شیه، طالبان تلاش میکنه که یک دولت مقتدر اماراتی یا غیر اماراتی به وجود بیاره، ولی طالبان هم نمیتواند با این روش، برای اینکه دولت تنها بر مبنای زور و فشارهای مثلا نخبگی و نیروهای نظامی ساخته نمیشه. دولت یک حالت عمودی و افقی داره. از یک سو دولت مثلا یک رابطه مستقیم از رأس هرم دولت با مردم هست، و از یک طرف دیگر تأمین روابط مردم با خودشان هست، و از طرف دیگر هم ارائه خدمات بسیار جدی و مهم است. اینا سیستم ما افغانستان دولت ساخته نشده. دوران مثلا مجاهدین هم که نگاه بکنه، مثال های 1371 به بعد که همه در جریان بازم جنگ بود، یعنی 20 سال اخیر که قرار شد دولت ساخته شود، یک مقدار این 20 سال اخیر در تاریخ افغانستان نقطه عطف تاریخ افغانستان که بله انتخابات بود، دولت ساخته شد، تشکیلات ساختار به وجود آمد، وزارت ها به این معنا شکل گرفت. این منا نبود، این وزارت ها به این ساختار های بسیار قوی منظم شد. درسته که در دوران ظاهر شاه کمی کمکان شکل گرفت، ولی باز هم بر کل افغانستان یعنی می رقم نظام شکل نداد. یک مقدار مردم جدا بود، شاه جدا بود، شاه می فهمد تفرقه هایش می فهمید که ظاهر شاه ما شما یک تفرقه هایش در آجر در بامیان افغانستان از دیگر جاهم رقمی شاه می فهمید و اونمو دار دسته خودش می فهمید. اما در دوران جدید مردم فهمید که خال رأی ما هست، اثرگذاری ما هست، تفکر پوپولیستی کرزی شروع شد، تفکر پوپولیستی اشرف غنی شروع شد. یعنی چی؟ یعنی نه که به مردم مراجعه کردن. یعنی رقم دولت ساخته میشه، حالا با کیفیت کم یا پایین یا زیاد مهم نیست، مهم اینه که دولت در دوره داشت کم کم ساخته میشد. حالا هم طالبان یک جدیترین مسئله، طالبان ما کاری به این مسئلهش نداریم که طالبان چقدر خوب یا چقدر بد هست، ور خوب مردم قضاوت بکنن. بس مسئله ما از یک نگاه جامعه شناسی بسش نگاه میکنیم، این که طالبان چیزی روند رک در پیش گرفته، روند دولت سازی نیست، و دولت مقتدر هست که چیز را جلوی منازع را میگیره. اساسا دنیای غرب هم امروز وقتی که تمدن به شکل گرفته، نظم است، قانون هست، دولت های بسیار مقتدر شکل گرفت. همین که هابس میگه لویتان باید به وجود بیاد. ببین وقت قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو نوشته میکنه، تفکرات هابس وقتی نگاه بکنه، جان لاک نگاه بکنه، همه از اون لویتان ها رو تاکید وقتی که میکنه، یک دولت مقتدر رو تاکید میکنه. برای چی؟ دولت مقتدری که بتواند تمثیل کننده قرارداد اجتماعی باشد،
تمثیل کننده آرای مردم باشد. مردم در ساختن دولت باید نقش داشته باشد، آرای مردم باید وجود داشته باشد، اراده مردم دخیل باشد. اما او دولت امی که اراده های مردم را داخل در خود دخیل میداند و میگیرد، اون وقت باید دولت مقتدر باشد، نه دولت ضعیف. چیزی که در سالهای اخیر کرزی اشرف غنی هم که باشه به با مشکل موجود، دولت درست دولت بود، دولت ضعیفی بود، دولت مقتدری نبود. چرا؟ چون خوب مردم را نتوانست اراده شده خود خوب بگیرد. یعنی اولویتان رکابس مطرح میکنه، ولایتانی هستند که اراده مردم را در خود میگیره. ولایتان که توسط یک چیز خدایی، یک چیز متافیزیکی ساخته نمیشه. ولایتان همو انعکاس و تراکم اراده مردم، و بعد از طریق او اراده محکم مردمی به جامعه را کنترل میکنه. اینمی کار نشد. این عالم طالبان هم من اعتقاد دارم که گذشته از این که اینا چقدر خوب حکومت میکنه، چقدر بد حکومت میکنه، عدالت اجتماعی تامین میکنه یا نمیکنه، تعصب قومی داره یا نداره، مذهب از اینا چقدر اسلامی هست چقدر نیست، با اینا شما مسئلهش ندارم دوستان، خودشان میفهمن به راحتی. آنچه که مهم هست که من میگم که طالبان نمیتواند دوام بیارد به شکل، و کلا کشور نمیتواند به شکل دوام بیارد که دولت وجود ندارد. وقتی دولت مقتدری شکل نگیره، قرارداد اجتماعی اراده مردم داخل نباشه، و دولت به وجود، و نظام اصلا به وجود ادامه پیدا نمیکنه. بس من اینه. ببینید استاد کریمی، صحبتی که اینجا هسته اگر در دولت های غربی به وجود آمده، خب اولا دخالت های خارجی ها به قول شما کمتر بوده، فاکتور دوم اون نهادسازی یا اون سیستم سازی که به وجود آمده سالمتر بوده و کسانی که در رأس از قدرت ها بودن هم برقم، و از طرف دیگه فاکتور مردم هم وجود داشته و مردم فرهنگشان با دانشگاه با همین نخبه هایی که شما اسم بردین به هر حال رشد کرده، چون نخبه ها هم نسخه میپیچن و هم منتقد هستند که کجاها کجی های سیاسی وجود داره، کجاها کجی های مذهبی وجود داره و اینها رو قیچی میگیرن، مسابقه ترازو و متری هستند که هر دقیقه و هر ثانیه به دنبال از این هستند که نقد بکنن و نقد های سازنده و تورید داشته باشن. اما در افغانستان تمام اینها به قول شما وجود نداره، یا سیستم وجود داشته حاکم درست وجود نداشته، یا دخالت ها زیاد بوده، یا عامل مذهب زیاد بوده، یا مردم نادیده گرفته شده. اگر اینها رو ما در کنار هم دیگه بگذاریم و از الان شروع بکنیم، یعنی 3 سال از تسلیم دهی افغانستان گذشته، به نظر شما اینکه اشتباهات گذشته رو کمتر تکرار کنیم و مردم هم به یک فرهنگ رشدی برسن، حداقل کسایی که در خارج کشور هستن بین شرق و غرب گیر هستن، یعنی جبهه مقاومت شما رو میبینیم، جبهه آزادی رو میگیریم، بقیه نخبه ها رو میگیریم، سرگردانم گاهن در کنفرانس های مسکو شرکت می کنم، گاهن در کنفرانس هایی که در اروپا و آمریکا هستن، یعنی هنوز که هنوز هستن نمیدانن که در کجا باید برن به دنبال یک لابی قوی باشن، و اگر اینها سیستمی را میخواین ارائه بکنن با چه وضعیتی باشه. به نظر شما بعضی ها میگن فدرالیسم، بعضی ها لیبرالیسم، بعضی ها نسخه تجزیه را حتی میدن که البته من خودم با تجزیه مخالف هستم، خب اینها به نظر شما ای که بتواند تمام این فاکتورها رو در دل خود خود داشته باشد، کدام نظام از نظر شما بهتر هست و ما میتونیم مشقی که در دموکراسی 20 سال جمهوریت داشتیم با اشتباهات کمتر، با ظریف های اشتباهات کمتر، دوباره به یک شکل بهتری در افغانستان برای پس و طالبان بتانیم ارائه بکنیم چی هست؟ نزدیکترین مدل چی هست به نظر شما؟ خب ببینید، مسئله افغانستان اونطور که عرض کردم، کل ماجرای افغانستان اگر خوب نگاه بکنیم یک امر خیلی داخلی نیست. یعنی گاهی وقتا هست که آدم ها تصور میکنند ما مردم باید خیلی باشعور باشد و مورد استفاده دیگران قرار نگیرند و از این حرفا، این حرفای ایدئال هست. بعد از جنگ جهانی دوم میبینید که اینا دو پارچه میشه، دشمن خونی هم دیگر، برادرانی هم، خویشاوندی دارن با هم، کره جنوبی کره شمالی. چرا مسئله داخلی اصلا نیست دارن؟ یا از کره شمالی بعد از ختم جنگ جهانی دوم روسیه حمایت کرد، کره جنوبی آمریکا دو تقسیم شد. مسئله ببین، خیلی از کشورها مرقم، عربستان سعودی تا اکنون، اصل عربستان سعودی وقتی که تا سالهای 1941 استقلال خود مگرب، پیش از او انگلیسی ها بود، بعد از آمریکایی هاست. کدام کشور را شما ببینید؟ خیلی از کشورهای جهان این معناهای استقلال و مسائل آزادی و مستقل فکر کردن و امر داخلی، اینا یک حرفای خیلی ایدئالگرانه است که گاهی وقتا در تفکر فلسفی جا پیدا میکنه، در زمین سیاست نیست. ما نمونه مثل همون اوکراین، مثل
اما فهم فلسطین مثل ترکیه خیلی از نمونه ها رو دقیقا میبینم. بله. شما مثلا دوره رضاشاه رو ببینید، دوره قاجاری ها رو ببینید، افشاری های ایران رو ببینید، همه از اینا رو چطور با انگلیس ها چه سر سوری دارن، چه رابطه هایی دارن. حالا نگاه کنید بعد از جنگ جهانی دوم در تهران استالین استالین با کی میاد؟ با چرچیل و رئیس جمهور امریکا. در سفارت روسیه سه فرد مقتدر جهان جمع میشه در تهران در مورد از اینکه ما علیه آلمان چه رقمی حالا قضیه جنگ را سازماندهی بکنه پیش بریم. چرچیل فرد بسیار مقتدر جهان است و بسیار اثرگذار انگلیسی ها، یعنی چرچیل به عنوان یک خدای سیاست برای انگلیسی ها. استالین هم که استالین بود که در برابر هیتلر مقاومت کرد، برای جمهوری آمریکا هم به ترتیب. هر سه میاره در ایران در سفارت روسیه با هم ملاقات میکنه، رضا شاهش خبر نمیکنه، شاه ایرانش خبر نمیکنه، خبر نداره. بعد مجبور شاه ایران دویده دویده در پیش از اونا که نمیره. حالا استالین یک کم یک دلجویی میکنه، دقل است دو تا دیگه چرچل رئیس جمهور امریکا خاصلا نظر شد خیال خم نمیره، در کشور مردم میره، در خانه مردم داره ملاقات میکنه، سفارت چمونجه شاهش خبر نداره، شاهش وجود نداره. اینا بس اینه که کلا نظام سیاسی جهان را اگر شما در سیر تاریخش ببینید، و حرفای استقلال و ما کنشگری های داخلی اینا مفاهیم خیلی آلگارانه انسانی فلسفی بیشتر که فیلسوفا خیال پردازی میکنن، در زمین سیاست اینطوری نیست. همیشه کشورها از یک پاکستان چطوری شکل گرفته، امیال چه رقمی پاکستان توسط کی تامین میشه، فوج پاکستان از کجا چیز دارد، از کجا فوج پاکستان اتوریته میگیره یا اکمال میشه. خب خیلی کدام کشور دنیا رو که ما شما بگیم صحبت بکنیم، اینا مباحث اصلا جهانی که سیاست های خارجی ها اصلا همیشه قدرت های برتر جهان اثرگذار خاصی داشته، همیشه همین رقمی بوده. دو هر نگاه کن، قطر کمی هست، امارات عربی چه رقمی هست، سیاست چکنون همین کشور خاورمیانه در مجموع اینا نگاه کنید، آفریقا رو شما نگاه کنید، همین پایگاه های آمریکایی پایگاه های روسی اونجا ها در چیست. به هر حال بحث من اینه که این بحث های مسئله داخلی که گاهی وقتا خیلی مطرح میشه خیلی مهم نیست، بس بنان یک کشور را مخصوصا در جهانی پر از آشوبی که همیشه جنگ و منازعه وجود داشته، شما با در نظر داشتی سیاست های خارجی خود کشور نگاه بکنید و نقش کشورهای داخل در دا او قضیه ببینید. افغانستان کشوری نیست که غربی ها براحتی اش دست بشویه و چشم پوشی کنید. دو قرنه که حداقل دو قرنه که غرب در افغانستان حضور داره، من اعتقاد من بمیه و هیچ وقت هم نرفته. اگر کسی باور میکنه که غرب از افغانستان در دو قرن بیرون شده، من قبول ندارم. شما بعد از هر سه جنگ افغان انگلیس سیاست های معاهده پیشاورد معناش چیه، معاهده گندمک معناش چیه، معاهده دیرن معناش چیه، حضور غرب را به شکل دائمی تثبیت میکنه. هر سه معاهده نقش سیاسیش را در هر سه معاهده در مسئله افغانستان تثبیت میکنه. خب پاکستان هم که به این ترتیب بعد از او هم که دوران اسامه لادن توسط امی اسامه لادن که علیه خود امریکا بعدا جنگید، اسامه لادن توسط از امی استینگرهای امریکایی 270 تا طیاره روسی را توسط استینگر زدن دیگه، امی استینگرهای امریکایی بود. خود هیلاری کلینتون هم میگه که ما خود ما اینا رو باشید اصلا نرفتش. روسا هم به شکل روسا مثلا پنجده افغانستان را دمو دورها مثلا حمله کرد بارها بوده. روس اترنی روسا ایران را در بعد از جنگ جهانی دوم یک طرف انگلیسی ها و آمریکایی بود، یک طرف هم قسمت ها آذربایجان را روسا گرفته بود. اینجا بود که شاه به طرف آمریکایی ها گفت اینا رو بگن از خاک ما بیرون، چه خب سر مردم ایران تحت ستم های زیاد قرار گرفت. نه جنگ جهانی، بعد از جنگ جهانی دوم قحطی های زیادی آمد. این منظور من اینا رو به شکل همیشه جمع جمع میگم برای از اینکه یک ویو یک نگاه کلی به منطقه داشته باشم که چطور این جنگ ها در سیر تاریخی بر قدرت ها را نقش پایش را در یک جا باز میکنه و ترسیم میکنه و در افغانستان هم به می ترتیب. این حال مسئله سیاست افغانستان را اگر کسی تصور میکنه که او از قندهار دیزاین میشه یا او از تخار دیزاین میشه یا از بامیان طراحی میشه اشتباهه. یعنی خیلی از کشورهای منطقه سیاست چالا ایران که تحت نظام ولایت فقیه آمده و میخواد علیه غرب و دنیای شرق و نیستاد که با شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، و بحث جدایی دارد که نمیدونم چقدر مقاومت میتونه و چقدر نمیتونه که مردمش داره روز به روز گرسنه ترشته میره هر روز که ما و شما شاهد هستیم. ولی همه جای دنیا در یک نزای بین بر قدرت هاست. خیلی از کشورهای دنیا فعلا میدان نبرد بر قدرت ها هست.
افغانستان یک میدان جنگی است که نه روسیه از چشم پوشی می تواند نه آمریکا از چشم پوشی می کند و طالبان هم در این وسط یک نیرو هست، یک نیروی هست که حالا شما نمی توانید تلاف چیز را تجمع از منافع پرودکسیکال یا متناقض روسی و آمریکایی را هر دو را در حول محور طالب داشته باشید، امکان نداره. تا یک جایی ممکنه جلو بره، حالا تاریخ سرنوشت ملت ها و دولت ها یک دو سال سه سال چیز عمری نیست، اینا با هم جور در نمیه 100%. ما باور به است که در یک جایی در تعارض با هم قرار میگیره، همون طور شده. مثلا داوود زمانی که آمد و خود با از طرف چپ آمد، وقتی که از طرف چپی آمد به سر قدرت، بعد گرایش آمریکایی پیدا میکنه، در بین از اینا خود تعادل حفظ نمیتونه، چپی ها باز نابود میکنه. حفیظ الله امین هم به ترتیب چپی شد و آمریکایی شد، نه متوجه نشد که ما با خود با روس بگیریم یا با آمریکا بگیرم، زد کشتن اون. همین رقم خب ببرک کارمل متوجه شد، گفت والله این رقم خیلی نمیشه، با مشخص باید با روس ها بشم، اون هم که زدن کشتن. نجیب هم به این ترتیب که حالا باز آشتی ملی اعلان کردن. طالبان هم همین کار میکنن، طالبان هم باید میبانه که مثلا چطوری بلانس حفظ بکنه، که بلانسی که از اون طرف روسا دلش نرنجه، از این طرف امریکایی و غرب دلش نرنجه. این بلانس طالبان را که ما میبینیم با شعور سیاسی که در نزد اینا هست، این بلانس اگر چنانچه ما طالبان را به عنوان نیروهای مستقل که گویا با مبنای تئوری توطئه که الله تصور نکنیم بگیم نیروهای مستقل است، این طالبان این بلانس حفظ کرده نمیتونه، این بلانس سیاسی حفظ کرده نمیتونه و قطعا در یک جایی در تصادم منافع قرار میگیره. اونجا هست که ممکن نیروهای دیگری را امیر قدرت ها وارد میدان سیاسی و نظامی افغانستان بکنه. و از طرف دیگر من اعتقاد دارم که کلا امر سیاسی افغانستان بارها ما عرض کردم، یعنی دو قرن اخیر در یک جای دیگر در یک میزهای دیگر تنظیم میشه و بعدا وارد مسئله افغانستان میگن. کدام نظام بعد از طالب بیاید که بهتر باشه برای مردم مثلا، یا ای که غالب بکنن در مردم؟ آره این نظام را باز به من خاطر میگم که وقتی که امر سیاسی افغانستان در یک میز دیگر چیده میشه، اما آنهایی که در میز سیاست با هم میشینن و مهرهای شطرنج میچینن، اونا تصمیم میگیرن که چطور مسئله افغانستان را تنظیم بکنن. معاهده گندمک، معاهده پیشاور، معاهده دیورن، معاهده دوحه، من معاهده دوحه را در راستای این معاهده ها میدانم، اینا سرگزارن. در کجای معاهده دوحه مردم افغانستان شریکه؟ در کجای معاهده گندمک معاهده مردم افغانستان شریکه؟ در کجای معاهده دیورن مردم افغانستان هست؟ پول میده مشخص. عبدالرحمن خان میگه اینقدر قدر پول سالانه ما طول میده معاهده دیورن امضا کو ویلا قدرت تر نابود میکنیم. گیری از پشاور لاهور پاکستان مشاور انگلیسی شو وارد افغانستان میشه، هم چیزا برش میده. معاهده دو هم در اونم از جمع نظم معاهده ها هست. به همین دلیل هست که اگر نظام کسی راجع به نظام آینده سیاسی افغانستان صحبت میکنه، این گونه باید منتظر باشه که ابر قدرت های جهان میز سیاسی افغانستان رو چطور میچینه. ملک فیصل مدارس پاکستانی که به مو دلیل مثلا از نکته سیاسی ها تاکید دارم، چون همین مسئله روی مسئله سیاسی افغانستان اثر گذار داره. جنگ افغانستان از اونجا هست، نیروهای جنگی افغانستان از اونجا هست، جهادیزم یک کیلوکلم هست، یک گرایش است، یک گرایش خاصی درسی هست در درون مدارس دیوبندیه و او با این مکتب قومی جور در نمیاد. یعنی ایدولوژی تقریبا سلفی وهابی دیوبند شبیه به الله بتونیم عرض بکنیم، حتی با مکتب قومی نجفی اصلا جور در نمیاد. چطوره که اینا الان کنار هم نشسته با هم دیگر خو دل قلوه میده، به قول ایرانی ها تعارف میکنن با هم دیگر خو بسیار دوست دست. این یک امر سیاسی تا کجا منافع سیاسی ایران ایجاب میکنه او بماند. ایرانی ولایت فقیه، نظام سیاسی ایران ولایت فقیهی است. ولایت فقیه یعنی منتظر مهدی موعود و نایب امام و از این جور دستا که یک شیعی بسیار امامی، و این شیعی بسیار امامی آمده در کنار او سلفی دیوبندی نشسته که کلا اینا رو باطل و میدانه و ارتداد تصور میکنه، مرتد دین در تفکر و اون جهادیزم چیزی ارتداد است. اینا با هم آمده حالا با هم برادر شده، دوست شده، معنیش چیه؟ معنیش اینه که منافع سیاسی ایران تا کجا ایجاب میکنه. این دوری باید به مثلا بس البته دیدگاه من اینه، اما این که طالبان این مسئله تا کجا پیش برده میتواند و این که طالبان چقدر میتواند کنشگران سیاسی خوبی در میدان باشد و چقدر میتواند از قبل از کنشگری سیاسی منفعت گروهی خود زن و مردم افغانستان استفاده میکند، این مبحثی است که گاهی وقتا فواید زمینی هم دارن. یک کار یگان وقت است که فواید زمینی یا اضرار زمینی هم دارن.
شاید مثلا از تعامل رابطه ایران حتی با طالبان یک فواید ضمنی علیه شامل حال جامعه تشیع افغانستان هم میشه. البته که به این منظور نیست که ایران با طالبان تعامل بکند که مردم شیعه افغانستان در امان باشه، نه، اونا دنبال منافع سیاسی خود خیر، ولی از قبل از این تعامل یک مقدار، چون طبیعتا حالا مردم شیعه پیوندهایی با اونا میخورن و هرچی که مردم شیعه، خب مردم هزاره افغانستان او چیز را ندارن دیگه، حالا با در نظر داشت تحقیرهایی که در ایران شده، نسل جوان هزاره نسبت به ایران یک نگاهی خوبی ندارن، ولی با همه این اوصاف به شکل طبیعی بیرون از حیطه قومی مردم افغانستان در مجموع حالا مخصوصا روسان شنای افغانستان تصور میکنن که خب هزارها شیعه های پیوندی با ایران دارن، یک نسبتی به اونا میدن. بنابراین اگر ایران با از این سیاست مدارانی که اکثر از روستاهای افغانستان بلند در آرد رابطه باشند، یک نگاه ملایم تر پیدا میکنند، دقیقا یک فایده زمینی دارن. این نیست که کسی دلش و ایران دلش برای شاهای افغانستان یا هزارهای افغانستان سوخته باشه، این نیست دقیقا. ممنون از تفسیر شما و توضیحات مفصلتان. دوستان عزیز، سپاسگزاری میکنیم از استاد محمد رسول کریمی، جامعه شناس و پژوهشگر، که تا این دم با ما بودن و در مورد تحولات افغانستان تا دوره طالبان صحبت کردن و صحبت های بسیار مفصل و ویژه به این زمین داشت. انشاءالله جناب استاد را در برنامه های بعدی هم با خود خواهیم داشت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدار.